ترک شماره 29 آقای هالو، شعر 29 اسفند. ما دعوت میکنیم از جناب آقای رضا عالی پیام، از مهمانان محترممون که در خدمتشون هستیم. هستند آقای عالی پیام؟ بله، به افتخارشون. روز 29 اسفند دگر نیست تعطیل چو هر سال پسر، روز ملی شدن صنعت نفت شد فراموش و ز خاطرها رفت. لیک این را به تو گویم پنهان، تو هم آهسته بگو با دگران. جای امید بسی هست هنوز، چون قرار است به جای آن روز روزهای دیگری با تفصیل بنمایند به جایش تعطیل. فی المثل این که زمن بعد از این، روز 21 فروردین هست تعطیل، که باشد بیشک روز ملی شدن چیپس و پفک. روز 22 فروردین ماه روز فناوری پشم کلاه، اول اردیبهشت هر سال روز صلح پف فیل است و بلال. 30 خرداد که فصل گرماست، روز پیوند خر است و خرماست. 2 تیر بود روز پشه، روز پیروزی او بر حبشه. روز جنگ است 4 مرداد، بین مادرزن و قوم داماد. ماه مرداد به 5 یا 6، روز پیوند نخود با کشمش. روز 29 شهریور روز جشن کوپن قند و شکر. 3 مهر که باشد تعطیل، روز تبریک کلنگ است به بیل. بعد از آن 24 آبان روز تجلیل پلو بادمجان. بعد هم آذر و 29 است روز آسفالت اتوبان قم است. 10 دی ماه که اوج سرماست، روز همبستگی کنگر و ماست. اول بهمن هر سال بدان، روز دعوای آقا جان و مامان. 10 اسفند و یا روز دگر، زاد روز دم و شاخ پس سر. من شنیدم که به جز این ایام، می شود پشت سر هم اعلام روزهای دیگری از هر ماه، بهر خوشوقتی ما گاه به گاه. مثلا روز چک و مشت و کتک، روز خندیدن بر آب خنک، روز تحکیم در و تخت سیاه، روز افتادن از چاله به چاه، روز ترویج حلیم و عدسی، یاور افتادن آفتاب مسی، روز برخورد تقی با توقی، روز تجلیل ز محمد بوقی، روز دزدیدن لولو ممه را، یا سر کار نهادن همه را، روز در رفتن بند تنبان، روز پیدایش خالی بندان، روز تشویق خورشت آلو، روز لبخند به ریش حالو. متشکرم. سپاسگزاریم. بله، جناب آقای رضا عالی پیام از شاعران بزرگوار طنز پرداز کشورمون هستند. اگر لبخندی به لب شما آوردن، باز هم تشویقشون بفرمایید.